در اختیار گرفتن کنترل رسانه‌های ترکیه دستور کار بخشی از سربازان ارتش بود. شماری از این سربازان صبح شنبه خلع سلاح و بازداشت شدند. طی تلاش برای کودتا در ترکیه، شماری از کودتاگران وارد دفتر شبکه‌های تلویزیونی ترکیه شده بودند. هواداران دولت اردوغان پس از بازداشت و انتقال سربازان ارتش به بازداشتگاه به شادی پرداختند. این در حالی بود که در طول شب صدای شلیک گلوله از درون ساختمان شبکه TRT و CNN ترکی شنیده میشد. سربازان یکی از مجریان را واداشتند در پخش زنده بیانیه‌ای را قرائت کند که در آن دولت اردوغان محکوم شده بود که دموکراسی را به خطر انداخته است. این بیانیه همچنین وعده میداد که شورایی برای برقراری صلح و آرامش تعیین خواهد شد. کودتاگران همچنین وعده دادند قانون اساسی تازه‌ای وضع کنند که تمامی تبعیض‌ها را کنار بگذارد. کارکنان شبکه CNN ترکی که ساختمان این شبکه تلویزیونی را تخلیه کرده بودند، پس از مداخله پلیس برگشتند و این شبکه پخش برنامه‌های خود را از سر گرفت.